چراغ سبزی ببینن وارد این قلعه ایمان بشن، وارد این قلعه قلب مؤمن بشن که پیامبر گرامی اسلام فرمودند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، افضل السفراء المنتجبين، حبيب قلوب العالمين، ابي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته المعصومين الهداة المهديين و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى يوم الدین. قال سیدنا و مولانا محمد ابن علی الجواد علیهم الصلاة والسلام: القصد الى الله بالقلوب افضل من اتعاب الجوارح بالاعمال. هدیه محضر حضرت جواد الائمه علیه الصلاة والسلام و برای ظهور و فرج فرزندشان امام عصر ارواحنا له الفدا، عنایت کنید صلوات بلند ختم بفرمایید. امام جواد علیه السلام می‌فرمایند: برای رسیدن به کمال و قرب الهی با دل اگر کسی توجه به خدا پیدا کنند، ارزش بسیار بیشتری دارد از اون که اعضا و جوارح خودش رو در راه عبادت خسته کنه. به این معنا که اگر عبادتی بدون قصد باشه، بدون توجه باشه، انسان رو به جایی نمی رساند. قصد به قلب چیست و اساساً نقش قلب در سعادت انسان چه اندازه هست؟ این موضوع بحث این جلسه من هست. قلب دو تا اصطلاح داره. وقتی میگن قلب، یکی از دو معنا به ذهن انسان میاد. یکی همین قلب سنوبری هست که در سمت چپ قفسه سینه ما هست و در هر ساعت 420 لیتر خون رو به تمام بدن ما پمپاژ میکنه و عضو بسیار عجیبیه در بدن. اولین جایی هست که روح در اون تجلی میکنه. وقتی که روح دمیده میشه در وجود جنین، اولین جایی که در اون روح تجلی میکنه و ظهور و بروز پیدا میکنه قلب نوزاد هست. چیز عجیبیه. در هر 24 ساعت 100 هزار مرتبه خون رو پمپاژ میکنه. 100 هزار مرتبه در هر شبانه روز تپش داره. این یک قلبه. اما اون موضوعی که بحث امشب من هست این قلب نیست و اون یک چیزی هست که حقیقتش هنوز برای هیچ کسی کشف نشده. یک شیء لطیف است، یک وجود معنوی هست که انسان به وسیله اون درک میکنه. همه ابزار به وسیله اون
فهمیده میشن، چشم و گوش و تمام اعضا و جواره، وسیله سنجشش قلبه، یعنی ورودی بسیار مهمیه برای فهم و درک حقایق. قلب اون چیزی هست که اگر اصلاح بشه انسان اصلاح میشود و اگر خدایی نکرده بی توجهی بشه به قلب، به بیماری های قلب، رها کنه کسی توجه به قلب نداشته باشه، زمینه شقاوت و بدبختی اوست. این قلب مورد بحث. بنابراین اون قلب سنوبری و این قلبی که در آیات و روایات از اون بحث میشه، اینها مشترک لفظی هن. یعنی چی؟ یعنی که هیچ ارتباطی با هم چندان ندارن. اون یه چیزه و این چیز دیگری است. این قلب گرچه شباهت‌هایی با هم دارن، ارتباط‌هایی با هم دارن، عرض کردم اولین چیزی که روح در اون تجلی می‌کنه قلب انسان هست و اینها ارتباط‌ها با هم دارن، اما مشترک لفظی هستن به این معنا که هر کدام در یک وادی هست. اگر کسی غم و اندوه داشته باشه گاهی میگه سینه‌ام گرفت، یعنی یه ارتباط هایی، گاهی یه تأثیر و تأثر هایی از هم دارن. کسی که خوشحال هست، بانشاط هست، شرح صدر داره که انه سینهش گشاده است. حالا این قلب حقیقتش چیه؟ ما خبر نداریم، ازش اطلاعی نداریم. چیه این قلب که همه ابزار به این قلب منتهی میشه؟ حقیقتش چیه؟ کسی ازش اطلاعی نداره. طبیعی هم هست که اطلاع نداشته باشیم. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، علم و دانش بشر از حقایق بسیار بسیار محدوده. علیکم السلام و رحمت. خیلی دانش ما کمه. اگر روح رو شناختیم قلب رو هم خواهیم شناخت. روح هم نمیدونیم چیه. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. روح اصلا مال این عالم نیست که شما ازش اطلاعی داشته باشید. مال یه عالم دیگه است. این عالم عالم مادیه، اون عالم عالم امره. عالم امر با عالم خلق خیلی فرق میکنه. روح مال اون عالمه. حقیقت قلب هم همینطوره. کسی راه به اونجا نداره که از حقیقت و ماهیتش اطلاعی پیدا کنه. بله، آنچه که در آیات کریمه قرآن و روایات هست آثار این قلبه و از طریق آثار کمی میشه اطلاع پیدا کرد از ماهیت و حقیقت این قلب، اون مقداری که برای ما بیان کردن. بلا تشبیه، همان گونه که کسی راه نمیتونه پیدا کنه به حقیقت خدای متعال، به وجود حضرت حق، مگر از طریق آثار او. ما آثار عظمت خداوند متعال رو میبینیم و از طریق پی بردن به آثار به وجود او، عظمت او، حیات او، قدرت او، حکمت و لطافت او پی میبریم. قلبم همینطوره. ولی زبا باید دنبال آثار گشت که این قلب چه کاره است و چه نقشی در وجود ما داره. با آیات قرآن که نگاه میکنیم میبینیم آثار فراوانی برای این قلب بیان کرده است. یکی از مهمترین کارهایی که از نگاه قرآن وظیفه قلب هست فهمیدن، درک کردن، تفقه هست. ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها. ما بهشون دل دادیم، به اونها قلب عطا کردیم که با این قلب تفقه کنن، بفهمن، حقایق رو درک کنن، اما به وسیله این قلب به اون حقایق نمیرسن، تفقه نمی کنن. فقه در لغت فهم دیگه، درک صحیحی نمیتونن از حقایق داشته باشن. بنابراین معلوم میشه یکی از مهمترین کارهایی که این قلب میکنند فهمیدن، آگاهی پیدا کردن، درک کردن حقایق این عالمه. لهم قلوب لا یفقهون بها. در آیه دیگر می‌فرماید و جعلنا علی قلوبهم اکنه،
ما پرده انداختیم روی دل اونها، ساتری انداختیم، دل اونها غبار گرفته، دیگه حقایق رو نمیتونه اونگونه که هست ببینه. پس بنابراین معلوم میشه کار قلب دیدن است، رؤیت، پی به حقایق بردن، فهمیدن مسیر کمال و سعادت. و جعلنا علی قلوبهم اکنتن ان یفقهوه، نمیتونن حقایق قرآن رو و اون تأویل و بطن قرآن رو بهش دست پیدا کنن. دل مثل یه آینه میمونه دیگه، اگر این آینه غبار گرفت دیگه نمیتونه حقایق رو اونطور که هست ارائه کنه، جلوه بده. غبار که روشو بگیره، زنگار بگیره، به تعبیر قرآن کلا بل ران علی قلوبهم، زنگ زدگی دله، خیلی از آفتها و بلاها این دل مبتلا میشه. گاهی میفرماید فی قلوبهم مرض، اونها مبتلای به بیماری شدن، قلب اونها بیماره. پس بنابراین همونطوری که جسم بیمار میشه، بیماری های مختلف رو میگیره، قلبم همینطوره. از این آیات و آثاری که برای قلب بیان شده باید کم کم به کارایی و نقش قلب پی ببریم. گاهی از اوقات قرآن کریم میفرماید این قلب کارش خشوع است، خضوع در خانه خداست. کار این قلب این هست که خوف از خدا در او ایجاد بشه. ایمان حقیقی اون وقتی هست که این دل از خوف خدا دارای وجل بشه، به تعبیر قرآن. اینا وظیفه های قلبه که قرآن بیان کرده و نمونه های اون رو گفته است. پس بنابراین با این آثار قرآنی کم کم میشه به حقیقتش پی برد. اون چیزی که مهم هست، اینا رو مقدمه دارم عرض میکنم تا انشاءالله به کلام نورانی حضرت جواد الائمه سلام الله علیه نزدیک بشیم که فرمود القصد الالله بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. اون چه که بسیار مهمه و ارزشمند هست اینه که انسان ورودی ها و خروجی های این دل رو که واقعا یک کیمیایی است خدای متعال در وجود ما قرار داده، این ظرف دل ارزشمندترین ظرفی است که در این عالم خدای متعال آفریده. القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله، دل کانون تجلی خدا باید باشه. این دل مثل یه قلعه میمونه که باید محافظت کرد از اون، ورودی هاشو کاملا دقت کنیم، خروجی های دل رو، و هیچ چاره ای نیست برای رسیدن به کمال و سعادت جز این که انسان به قلبش توجه کنه، ورودی های دلش رو خوب بررسی کنه. چه چیزی داره وارد دل من میشه؟ چه محبتی داره وارد دل من میشه؟ خروجی های دل من چی هست؟ چه کار دارم میکنم؟ چون اعضا و جوارح همه فرمانبردار دل هستن، همه فرمانبردار قلبن، اینها لشگرهای قلب آدمی هستن. انسان اون گونه ای هست که دل او ساخته شده و پرداخته شده، شاکله انسان رو قلب او تشکیل میده. ولذا مثالش مثال یک قلعه است که ورودی های مختلفی داره، باید انسان تمام ورودی هاشو مراقبت کنه، چون شیاطین از همون راه وارد میشن. کسی میتونه موفق بشه در اصلاح نفس خودش و اصلاح قلب خودش که این کنار این ورودی ها بشینه، کن بوابتن علا باب قلبک، و انسان بشینه حسابگری کنه این چه محبتیه داره میاد، این ورودی چه ورودیه، از راه چشم، از راه گوش، از راه فکر، همه این ورودی ها رو باید دقیق بررسی کنه. چون شیاطین منتظر یک فرصت هستن که یه چراغ سبزی ببینن، وارد این قلعه ایمان بشن، وارد این قلعه قلب مؤمن بشن، که پیامبر گرامی اسلام فرمودن قلب مؤمن بسیار نورانیه. حضرت فرمودن ما سه جور قلب داریم، یه قلب تاریک و ظلمانی، اون قلب کافره، قلب کافر تاریکه،
هیچ جایی برای تابش نور رحمان در اون نیست، این قلب تاریک. بعد فرمودن بعضی قلب‌ها سیاه و سفیده، گاهی سفیدی بر سیاهی غلبه میکنه، گاهی سیاهی بر سفیدی و نور غلبه میکنه، اون قلب عاصیه، اون قلب گناهکاره، گناه میکنه، معصیت میکنه، قلبش تاریک میشه، بعد توبه میکنه، توجه به خدا پیدا میکنه، تضرع پیدا میکنه، التماس میکنه، مجدداً این قلب نورانی میشه، ولی همین حالات رو داره، این قلب انقلاب داره. و اینکه عرض کردم شباهت‌های زیادی بین این قلب معنوی با اون قلب فیزیکی هست، یکیش هم همینه که هر دوتاش خیلی تقلب داره. در وجود انسان، در بدن انسان، بیشترین عضوی که حرکت داره قلبه، که عرض کردم هر لحظه داره تپش میکنه، هر ساعت 420 لیتر خون رو داره پمپاژ میکنه به وسیله عضله‌های طبیعی که خدای متعال در اون خلق کرده. یه کار بسیار با عظمت توی بدن انسان، بیشترین حرکت مال قلبه و به همین جهت هم بهش میگن قلب، چون تقلب داره، حرکت داره، انقلاب داره. و اون قلبی هم که موضوع بحث ما هست، اتفاقا اونم همین جوره. امام صادق علیه السلام فرمودن قلب انسان حالات مختلف داره، ان للقلب اقبالا و ادبارا، گاهی قلب انسان اقبال میکنه، حال عبادت داره، حال خوش داره، گاهی از اوقات هم انسان حال خوشی نداره. فرمودن اون وقتی که قلب شما اقبال داره، نشاط داری، حال خوش داری، اون فرصت ها رو غنیمت بشمار. نیم ساعت عبادت کردی، میبینی حالت خوبه، حال خوشی داری در مناجات با خدا، ادامهش بده، اون فرصت و غنیمت بشمر. یه وقت خدایی نکرده این فرصت دیگه برای انسان حاصل نمیشه. و هرگاه قلب شما اقبال کرد، فقتنموها، اون فرصتها رو غنیمت بشمرید. بنابراین همون قلب، همین قلب انقلابهای زیادی دارن، حرکتها و تغییر و تبدل در اون بسیار زیاده. ولذا مؤمن فرمودن پیامبر گرامی اسلام یه قلبه که اون قلب نورانی، اون قلب مؤمنه. قلب مؤمن همیشه نورانیه، جایی برای گناه نیست، جایی برای معصیت نیست، چون گناه و معصیت قلب انسان رو تیره و تار میکنه. پس بنابراین انسان زرنگ اون کسی هست که دربان درب قلبش باشه، ببینه این ورودی ها چیه، نقاط ضعف کجاست، و همونجا کمین بگیره، چون منتظر یک فرصته. شیطان مترصد فرصت هاست که از اون فرصت ها ورود پیدا کنه، و اگر قلب و مریض کرد دیگه تمام شد. اگر زنگار بگیره قلب، دیگه کاری نداره با آدم. قلب زنگار گرفته، توقع خیر و خوبی ازش نمیشه داشت. رضا اون مواقع حساس میبینی شیطان بیشتر فشار میاره. در نماز روایتی هست که وقتی انسان مشغول نماز می شود، 60 جور شیطان میان و به او وسوسه می کنن، اذکر کذا، اذکر کذا، این متن روایته، بهش میگن به یاد بیار فلان مسئله رو، فلان مسئله رو. میبینی قبل از نماز اصلا این همه ذهنش تشتت نداشت، این همه ذهنش این طرف و اون طرف نبود، اما همین که الله اکبر رو میگه مشغول نماز میشه، این ذهن هزار تا جا میره. اون چه که مهم است در نماز، مقدار زمانی نماز نیست، تعداد نماز نیست، کیفیت نماز. چون خدای متعال از نماز من و شما فقط اون مقدارش رو قبول میکنه که حضور قلب داشتیم، با قلبمون به خدای متعال توجه پیدا کردیم. همه عبادات همینجوره ها، همه اذکار همینجوره. به ما گفتن تو مسجد جمکران نماز امام زمان رو که میخونید 100 مرتبه بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین. گاهی از اوقات آدم مشغول این ذکر نورانی از سوره حمد میشه ایاک نعبد و ایاک نستعین، اما ذهن این طرف و اون طرفه. یه وقتی که دستش میخوره به اون آخر تسبیح، به اون شیخه که تسبیح، متوجه میشه عجب ذکر تمام شد و این اصلا این طرف و اون طرف بوده. یک بار هم نسنجید، فکر نکرد که ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی چی. یه بار
اگر یک بار انسان دقت کنه ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی چی؟ باور بفرمایید آدم رو انسان میکنه. همین ذکر ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو رو بندگی میکنم و فقط از تو میطلبم، عزت میده به انسان، شجاعت میده به انسان، چقدر آدم رو بالا میبره. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اون وقت 100 بار و 200 بار این ذکر رو با توجه بگی. اصلا این که گاهی میفرماین 1000 بار بگو لا اله الا الله، 1000 بار بگو استغفرالله، شاید جهتش این باشه لااقل یکیشو با توجه بگیم. یه دونه استغفرالله ربی و اتوب الیه اگر با توجه گفته شد کار حله. ذکر همین جوره، همه عبادت این گونه است. اون چه که با قلب باشه ارزش پیدا میکنه، همراهی زبان و اعضا و جوارح اگر با قلب بود اون عملو بهش نمره میدن. حتی حجش هم همینطوره. به موسی بن جعفر علیه السلام یه شخصی عرض کرد یا ابن رسول الله ما اکثر الحجیج، یا ابن رسول الله امسال چقدر حاجی آمده، پر خانه خدا از حاجی. حضرت فرمودند که ما اکثر الضجیج و اقل الحجیج، سر و صدا زیاده، لبیک زیاده، اما حاجی کمه. تعجب کرد یا ابن رسول الله، شما به دایره مطاف نگاه کنید تا کجا رفته، سیل جمعیت رو ببینید. حضرت پرده رو از مقابل چشمش کنار زدن، گذاشتن با قلبش ببینه، چون المؤمن ينظر بنور الله، خیلی مهمه. مؤمن با نور خدا میبینه و تماشا میکنه حقایق رو. پرده رو کنار زدن، غبارها رو کنار زدن، نگاه کرد دید واقعا حاجی کمه، بقیه غیر حاجی هستن که دارن طواف میکنن و پناه خدا میبریم. نستجیر بالله از این که بدن ما، جسم ما جسم انسانی باشند، اما قلب ما قلب منکوس، قلبی که مسخ شده به خاطر گناه، به خاطر معصیت. حقیقت انسان به قلبشه، جسم که یه مرکبی بیش نیست، حقیقت انسان روحه، که اتفاقا نفس و روح و قلب اینها بیانگر یک معنا هستن. حالا بحث‌های علمی زیادی هست در وجه امتیاز اینها و تسمیه اینها که حالا جای طرحش نیست، اما همه اینها به یک حقیقت اشاره دارن و اون وجود حقیقی انسانه. فرمودن که ما اکثر الضجیج و اقل الحجیج، ولذا ارزش عمل به دل انسان هست. چجور میشه دل رو اصلاح کرد؟ و چاره هم نیست برای رسیدن به سعادت جز اصلاح دل، هیچ کار دیگری نمیشه کرد. باید بریم و بشناسیم این بیماری های دل رو، باید در صدد اصلاح بر بیاییم. و اصلاحش هم این هست که انسان بره سراغ اطباء واقعی. اگر خدایی نکرده کسی همین قلبش، قلبی که در بدن داره، بیمار بشه چیکار میکنه؟ میره پیش طبیب، میره پیش متخصص و به هر حال درمان میکنه. کار خودش نیست، هیچ کدوم از ما اطلاعی نداریم از کم و کیف این قلب سنوبری که در وجود ما هست. نه، باید بریم پیش متخصص، دردها رو برای ما بگه. مسائل روحانی هم همینطوره، بیماری های قلب و درمان بیماری های قلب هم همین جوره. اگر کسی حالا رفت پیش طبیب، نوار قلب براش می نویسن، خب اون نوار قلب رو بگیره بیاره بده به من، من چه سردر میارم از نوار قلبی که گرفته آورده؟ نشون من میده، من فکر میکنم سلسله جبال البرزه، چیزی سردر نمیارم، من نمیفهمم، متوجه نمیشم. اگر نشونه شما کسبه بده، شما میگید این نمودار نرخ ارزه که هر ساعتی بالا و پایین میره، این قیمت دلار رو داره میگه، چون از اون اطلاع نداریم. ولی همین نوار قلب رو وقتی میدن دست طبیب، وقتی میدن دست متخصص قلب، از همین نوار قلب خیلی مطالب بیرون میاره،
خیلی حقایقی رو میگه که ما از اون اطلاع نداریم. برای درمان بیماری های قلب هم باید رفت سراغ اطباء واقعی که اونها کسی جز محمد و آل محمد نیستن. و واقعا اینجا مرزش دقیقه و بحث ظریفی هست. گاهی انسان خودش میخواد وارد طبابت بشه، خیال میکنه مثلا رقت قلب داره، در حالی که مبتلای به ضعف قلب، خیال میکنه آدم رقیق القلبی. حالا مثال میزنم براتون، ببینید به عنوان نمونه میگه من اینقدر رقت قلب دارم که اگر یه مرغی رو بخوان جلوم بکشن من نمیتونم تماشا کنم، یه حیوانی رو بخوان جلوم سر ببرن من نمیتونم ببینم، اینقدر قلبم رقیقه، رقت قلب دارم. در حالی که این اصلا رقت قلب نیست، این ضعف قلبه، این ضعف قلب است. همین آدم نشونش اینه که این رقت قلب نداره، ضعف قلب داره، باید بره درمان کنه، باید بره خودشو اصلاح کنه. نشانش اینه که این آدم بچه برادرش نیازمنده، گرفتاره، محتاجه، فامیلش میخواد بره مدرسه، برای بچه خودش برداشته کیف 60,000 تومانی 80,000 تومانی میخره، اما میبینه تو فامیلش، بچه های فامیل چند ساله که طرف با همین کیف داره میره مدرسه، نیاز به یک لوازم التحریر داره، نیاز به یک کیف داره، میگه نه، این آدم رقیق القلبه، نه قسی القلبه. توی خانه خودش میدونه همسایه فقیر داره، میدونه اطراف او افراد مستمند هستن، کباب درست میکنه، حاضر نیست یه مقدارشو برای همسایه بفرسته، وقت میگه من رقت قلب هم دارم. نه، این ضعف قلبه. رقت قلب اون وقتی هست که انسان با ضعف دیگران خودش رو شریک کنه، همدرد با دیگران باشه، اینو میگن رقت قلب. بنابراین مرزش بسیار بسیار حساسه این مسائل، و باید در صدد اصلاحش در اومد. بهترین راه برای اصلاح این بیماری ها هم عرض کردم اینه که انسان ورودی ها رو بسیار مراقبت کنه. اگر ورودی های دل رو انسان مراقبت کرد، از بسیاری از بلاها میتونه نجات پیدا کنه. برگردم و جان سخن رو با کلام حضرت جواد الائمه علیه الصلاه و السلام بیان کنم که فرمودن القصد الالله بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. دلت همیشه توجه به خدا داشته باش. اگر دل کانون توجه خدا شد، دل انسان متصل شد، میگن الا بذکر الله تطمئن القلوب. چرا این همه ذکر میگیم ولی دل اون آرامشی که باید پیدا کنه پیدا نمی کنه؟ چون این ذکر ذکری بوده که لغلقه زبان بوده. ذکر حقیقی اون ذکری هست که با قلب همراه باش. قلب انسانم اون ذکر رو بگه. القصد الالله بالقلوب. دل باید توجه به خدای متعال پیدا کند. اینجاست که عمل ارزش پیدا میکنه. این نماز میشه نماز. این عبادت تازه میشه عبادتی که انسان رو به کمال میرسونه. از صلات و معراج المؤمن، خیلی بلنده این فراز. انسان با نمازش معراج میره، روحش میتونه پرواز کنه، اوج بگیره. از صلات و قربان و کل تقی، نماز بهترین وسیله تقرب به خداست. این همه نماز خونده میشه اما چرا ما رو به کمال نمیرسونه؟ این همه گرفتاریم، این همه لنگ میزنیم تو مسائل معنوی، به خاطر اینکه این نماز هنوز نماز نشده. پس بنابراین باید این قلعه دل رو مراقبت ازش کرد. کنار درهای ورودیش باید ایستاد و مراقب شیاطین باشیم، مراقب مهاجمینی باشیم که این کیمیای ارزشمند دین رو میخوان از ما بگیرن. سلاح هم قرآن کریم به ما معرفی میکنه. وقتی کنار در میستی سلاح هم قرآن بهت میده. یه سلاحی بگیری که بتونی با مهاجم روبرو بشی. اون سلاح چیه؟ سلاح بسیار بسیار ارزشمند، بسیار با کارایی فراوان. قرآن کریم میفرماید تقوای الهی. با سلاح تقوا انسان میتونه دلش رو از بیماری ها نجات بده. این آیه رو هم براتون بخونم. قرآن کریم میفرماید ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا
فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. خیلی زیباست این آیه. کسانی که اهل تقوای الهی هن، یعنی اون ملکه تقوا رو دارن، اون روحیه تقوا رو دارن، واقعا از گناه بدشون میاد، واقعا مراقب به فرائض الهی هستن، اینو میگن تقوا. کسی که این حالت تقوا رو داشته باشه خدا کمکش میکنه، اون وقتی که میخواد شیطان از ورودی ها بیاد اگرم خواب باشن بیدار میشن. اذا مسهم طائف من الشیطان، از یه جایی داره وارد میشه یه آژیر خطر به صدا در میاد. این لطف خداست برای متقین، این هدیه خدا به بندگان با تقواست. فاذا هم مبصرون، اینا بیادشون میاد که عجب اینجا راه ورودیه، بیدار میشن، اگرم خواب باشن سلاحو به دست میگیرن، روبروی اونها میایستن و از وجود خودشون محافظت میکنن. فاذا هم مبصرون، اون وقت چشمشون بینا میشه، میبینن. این لطف خدای متعال. میره مؤمن گاهی تا لب پرتگاه هم میره اما میفهمه و برمیگرده. این لطف خداست، این عنایت خداست به متقین، به اهل تقوا. معاویه برای ابوالاسود دوعلی حلوا فرستاد، حلوای زعفرانی. دخترش تو خانه بود، خودش نبود، گفتن این رو معاویه فرستاده. خب دختر بچه بود، کوچیک بود، چیزی متوجه نبود، از این حلوا برداشت دهانش گذاشت. یه وقت بابا رسید، گفت این حلوا چی، کی فرستاده؟ گفتن از طرف معاویه است. داد کشید سر دختر، مبادا این حلوا رو بخوری، این حلوا رو به تو داده که محبت امیرالمؤمنین و شیرینی ولایت امیرالمؤمنین از تو بگیره، مبادا محبت مولا رو با این حلوا عوض کنی. حلوایی که تو دهانش بود یه دختر بچه کوچک بیرون ریخت. ابی الشهد المزعفر ابن هند نبیعک ایمانا و دینا فلا والله لیس یکون هذا و مولانا امیرالمؤمنین. اللهم صل على محمد. اینی که عرض کردم المؤمن ينظر بنور الله، در خانه ابوذر آمد 200 دینار طلا اصرار میکرد به او بده. چه چیز باعث شد ابوذر این پولها رو نگیره؟ محکم راسخ بایسته در برابر ظلم. همین که قرآن کریم میفرماید ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان. امکان داره یه همچین صحنه هایی برای همه ما پیش بیاد، یه همچین پول هنگفتی رو بدن که حق و حقیقت بگذره، یه همچین شرایط سختی خدای متعال ما رو آزمایش میکنه، امکان داره برای همه ما پیش بیاد، اونجا چه کاره هستیم؟ اهل تقوا میتونن اون لحظات نجات پیدا کنن. گفت من نیازی به این پولا ندارم، من غنی هستم، بی نیازم. اون پی گفت تو هیچی تو خانت نداره، هیچی تو خانت پیدا نمیشه جز یک فرش پاره و چند ظرف سفالین شکسته، چرا میگی من غنی هستم؟ گفت اصبحت غنیاً به ولایتی لعلی ابن ابی طالب. اللهم صل علی محمد. میره تا لب پرتگاه اما دستشو میگیرن، مثل حر ابن یزید ریاحی میره تا اون لحظه ای که اگر یک قدم دیگر میرفت ملعون ازل و ابد میشد، اما خدای متعال عنایت میکنه و برمیگردن. این اثر قلب پاک هست و این آثار با برکتی هست که بر قلب سالم. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. برای رسیدن به این قلب سلیم باید سراغ قرآن بریم، سراغ اهل بیت، کلمات نورانی ائمه معصومین و دوم توسل به این بزرگواران. واقعا مسیر مسیر سختی است. اینکه انسان گوهر دین رو بخواد صحیح به سرمنزل مقصود برسونه رفقا کار سهل و آسانی نیست. چه افراد بزرگی که زمین خوردن، به خدا قسم جز با توسل، جز با تضرع در خانه خدا و اهل بیت علیهم السلام انسان نمیتونه یقین کنه که بتونه به جایی برسه. باید از باب المراد خواست، باید از امام جواد خواست که او واسطه بشه، دست ما رو بگیره، ما این حقایق رو درک کنیم. چون یه بلای بزرگی که گاهی انسان مبتلا میشه اینه،
بیماری قلبی داره اصلا خودش هم متوجه نیست، تو جهل مرکبه. مشکل بیماری های قلب، قلب معنوی که موضوع بحث ما بود با قلب سنوبری، فرقش اینه که اگر قلب اندکی نوسان پیدا کنه آدم متوجه میشه. این قلب سنوبری بیماریاش زود علائمش آشکار میشه، اما بیماری های قلب اینطور نیست. گرفتار حرص، گرفتار طمع، گاهی گرفتار غرور و تکبرم و ده ها بیماری تو وجودم هست. فکر میکنم سلمانم، فکر میکنم ابوذرم. مشکل اینجاست که انسان تو جهل مرکب گاهی قرار میگیره، ولذاست که باید توسل پیدا کرد. در خونه اون کسانی که پیش خدا خیلی آبرو دارن و خدا به برکت اونها باید به ما عنایت کنه، اونها هم درد جسم رو شفا میدن، آقایون هم درد روح رو. آمد خدمت امام رضا علیه السلام، گفت ابن رسول الله چشم هام خیلی درد میکنه، چشم درد شدید. محمد ابن سنان بود، گفت ابن رسول الله درد چشم شدیدی گرفتم، چه کار کنم؟ حضرت تو خراسان بودن، فرمودن دوای درد تو نزد فرزندم جواد الائمه است. من نامه می نویسم به جوادم که از دستای با کفایت جوادم شفا بگیری. امام رضا خودشون نمیتونستن از خدا بخوان. چرا؟ مقام جواد الائمه رو میخواد بیان کنه و این که شیعیان تا قیام قیامت بدونن تو مشکلات و گرفتاری هاشون در چه خانه ای رو بزنن، باب مراد کجاست. نامه رو گرفت محمد ابن سنان، آمد محضر جواد الائمه علیه السلام. خرد سال بودن حضرت دیگه. نامه رو داد محضر حضرت، یه نگاهی کرد، خط باباش امام رضا رو دید، بوسید، روی چشم گذاشت. عرض کردم یا ابن رسول الله چشم درد امانم رو بریده. یه جمله فقط گفت، خدای متعال اینقدر به اینها آبرو داده، اینقدر به اینها عظمت داده، با یک جمله شون کن فیکون می شود. یه جمله گفت، ناجن انشاءالله، انشاءالله نجات پیدا میکنه. میگه هنوز دعای جواد الائمه تمام نشده بود، دیدم اثری از درد تو چشمای من نیست. حالا دردمندا کجان؟ حالا کسایی که میخوان در خونه اهل بیتو بزنن، هم از جواد الائمه گفتیم، همین که میخوام از جواد الائمه امشب حواله بگیرم، ای دست جمع و ببرم مدینه، در خانه کریم اهل بیت بریم در خانه غریب مدینه، آقا امام مجتبی علیه السلام. این دوتا بزرگوار با هم سنخیت و وجه شباهت‌های زیادی دارن، هر دوتاشون توسط همسرشون مسموم شدن. این خیلی مظلومیت. حجت خدا جواد الائمه و آقا امام مجتبی که به جز خیر، به جز نیکی از اونها کسی چیزی ندیده بود، توسط همسران ظالمشون مسموم شدن. این دو بزرگوار رو امشب در خانه خدا میخواییم واسطه کنیم. هر کسی با هر حاجتی آمده، انشاءالله امشب میخواییم با دست پر از این مجلس بریم بیرون. خیلی اهل بیت به ما، مخصوصا پیغمبر خدا حضرت زهرا میفرمودن روزه فرزندم امام حسن رو بخوان. وصال میگه یه شبی در عالم رؤیا پیغمبر خدا رو دیدم، به من فرمودن وصال چرا از فرزندم حسن نمیخوانی؟ چرا شعر درباره فرزندم امام مجتبی نمیگی؟ میگه من پریشان از خواب بیدار شدم، گفتم از تاب رفت و تش طلب کرد و ناله کرد. به عنایت خودشون این گونه گفته، از تاب رفت و تشت طلب کرد و ناله کرد، آن تشت راز خون جگر باغ لاله کرد، خونی که خورد در همه عمر از گلو، بریخت خود را تهی ز خون دل چند ساله کرد. از خونه می رفت بیرون، می گفتن السلام علیک یا مدلل المؤمنین، تو خانه می آمد گرفتار همسر ظالمی مانند جعده،
اما آقا راحت شد، با این سم نجات پیدا کرد از دوست و دشمن، از دوستای بیوفایی که این چنین میگفتن و از دشمنانی مانند همسرش. عرض کنم آقا جواد الائمه شما رو هم مسموم کردن، به بدن شما هم جسارت شد. نوشتن 3 روز بدن جواد الائمه رو زمین بود، نگذاش ام الفضل لعین کسی بیاد بدن حجت خدا رو ببره تجزیه کنه. اما میخوام بگم آقا یا جواد الائمه، مردم جمع شدن، شیعیان آمدن احترام کردن، بدن شما تشییع شد، اما دلها بسوزد بر اون بدنی که تیر بارانش کردن کنار قبر پیغمبر. یه وقت دیدن باران تیر داره بر بدن امام مصطفی میباره، سید الشهدا فرمود بردارید بدن رو. وصیت برادرم امام حسن اینه خون در این تشییع جاری نشه، دست به قبضه شمشیر نبرید. بدن رو برداشت آمد قبرستان بقی، با دست خودش امام حسین تیرها رو از تابوت امام حسن، از بدن امام حسن بیرون میکشه. چقدر واقعا سخته، چقدر مظلومیت بزرگه. رفت توی قبر، وارد قبر شد، صورت رو صورت برادرش حسن گذاشت. ادهن رأسی ام اطیب محاسنی. باری کلا خوب داری عرض ادب میکنی به محضر امام مجتبی، ایشالا یه همچین ایامی پشت دیوار بقی گریه کنیم، مانند این ایام با حاجی ها عشق بریزی انشاءالله. ادهن رأسی ام اطیب محاسنی و رأسک معفور و انت فقید و لیس حریبا من اصیب بماله لکن من وارا اخاه حریب. برادر جان غارت زده اون کسی نیست که اموالشو بردن، غارت زده من حسینم که با دستای خودم بدن تو رو در اون قبر گذاشتم. جملاتی گفته سید الشهدا اونجا، برادر از دست داده، عزیز از دست داده، اما یه جمله رم نگفت، گذاشت کربلا کنار بدن قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس. یه وقت دستی به کمر گرفت، صدا زد الان انکسر ظهری،